درود بر فرزندان ایران زمین. همکنون تباهکاران و جنایتکاران مذهبی در هر گوشه مملکت دست به کشتار و تجاوز میزنند و به نام اسلام جور و ستم و آدمکشی را روا میدارند. این دستاربندان از زمانی که بر جایگاه خلافت نشستند جامعه ایرانی دمی آرام و آسوده نبوده است. این احشام مذهبی با کشتار و ایجاد وحشت بر مردم ایران توسط جلادان، چماغداران و شکنجیگران خود بیش از 40 سال بر ایران اهورایی غلبه رانده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرزندان ایران زمین راسختر مبارزه خود را بر علیه استبداد و دیکتاتوری ملایان پیگیرتر سازند و در مسیر براندازی و نابودی حکومت جبار اسلامی دمی آرام نگیرند و ایران بتواند در این مسیر به شکوه و بزرگی و حقانیت داری خود دست یابد. در اینجا میبایست با پیوندی راسختر استوارتر در راه رسیدن به استقلال و آزادی و حاکمیت ملی مبارزه کرد و نگذاریم که نگرش های گوناگون سیاسی مبارزان راه آزادی را از یکدیگر جدا سازند. در این روند کار دشوار بر دوش نیروهای ملی پیشرو و همه نیروهای مبارزه میهن‌پرست میباشد که با پیوندی راسختر برای رسیدن به ایران آزاد و آباد و سرفراز به قیام سرخشورانه خود ادامه دهند. در این قیام ملی بر علیه حکومتی است که همواره برای از بین بردن نماد و نهاد ایران و ایرانی از هیچ جنایتی و دزدی رویگردان نبوده است. امروز جوانان ایران زمین تیرگی تباهی را با وجود این رژیم ددمنش در آینده خود مشاهده می کنند و در صدد رهایی از آن برآمدند. اکنون ایران زمین برای براندازی و نابودی دستاربندان به همگی فرزندان ایران زمین نیاز دارد. من آرمان نوری، بنیانگذار سازمان پارس و شورای براندازی، از نیروهای مسلح، هم از ارتش، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای امنیتی انتظار دارم که به صفوف فشرده ملت ایران بپیوندند. بیشک پیوند نیروهای مبارزه میهن‌پرست و آزادیخواه با نیروهای مسلح ملی است که میتواند براندازی حکومت جبار اسلامی را در تاریخ میهنمان رقم زند. در راه لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشیم، عاشق ایران باشیم. پاینده ایران سرفراز و پیروز.